و در برنامه امروز هم من یک مکس کوتاهی دارم در رابطه با صحبت‌های مهم در تلویزیون صدای امریکا. البته برای ما مهم نیست که ما تمام یک مصاحبه را که 100 200 باشه یا 40 دقیقه بشنویم. برای ما مهم است که چی چیزی یاد میشه و چی چیزی مورد توجه ما قرار میگیره و قابل مکس است. اینکه چی گفته مهم برای ما مهم نیست، ولی ما در صحبت هایی که امروز میخواییم انجام بتم دو مسئله را بالاش صحبت میکنم که این آدم خودش چون یک آدم بی سواد، یک لودی نادان است، خیلی به اساس روابط و به اساس دیگه خود فروختگی که کت خود به فروخ به انگلیس و به امریکا ای را آوردن در یک مقام قرار دادن که خودش نمیفهمد که این مقام چگونه رهبری میشه. ولی یک آدم لوده، یک آدم بی سواد، ولی امی بی سواد بسیار یک اعتراف خوبی کرد در مصاحبه با صدای امریکا که یعنی خود عزیز به زبان خود میگه که ما یک خائن ملی هستیم. ما برای شما ثابت میسازم رود که محب خودش میگه که ما یک دسته از خائنین ملی بودیم که با آرمانهای ملت بزرگ افغانستان بازی کردیم. پس وقتی که خود از اینا میگه ما خائن ملی هستیم، دیگه نیاز به حمایت و دفاع از این چیز که چهار تا جایل دیگه باز از اینا دفاع میکنن به نام قوم و نام قبیله، و چون هنوز اینا میلیاردها دلار دزدی کردن، اینا میتونن که در هر گوشی سرمایه‌گذاری کنن، چهار تا مردمای فیسبوک چلاون کی و چهار تا جایل دیگه رو خریداری کنن که اونا در دفاع و در حمایت از اینا حرف بزنن. اما حداقل اینا گوش کنن به دقت که همین خائنین چی میگه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و اونرش پوشیده باشه، تا کمی جاهل دیروز دو صحبت نکرد مردم نمیفهمند. اما دیروز صحبت اول غنی هم یادتان است بعد از فرار، همون مسئله را که ما وقت یاد کردیم یک تعداد او را سیاستی فکر کردن، امروز ما هم تکرار میکنه. پس به این معنی است که اینا دولت را که سپردن، ولی طرحهای خائنانه دیگه دارن که هموطنان ما خوب است که بیدار شوند، متوجه شوند که این خائنین آره که با سرنوشت وطن این گونه بی‌رحمانه بازی کردن، آینده چی پلانای شوم دارن. دیروز در مورد چهار ماه سکوت خائن ملی گفتیم و امروز فقط بالای دو حرف وی که در مصاحبه با صدای امریکا بیان کرد صحبت مختصر میکنم. امیدوار هستم مورد توجه شما سروران گرامی قرار بگیره. البته در رابلا عرفای از آقای ملک ستیز هم نقل قول کردیم و از چند هموطن دیگه ما از آقای نعمت حسینی دوست بسیار خوب که در صفحه فیسبوک نوشتن، و شما هم اگر دوست دارین در صفحه فیسبوک بنویسین ما بر شما حتما چی میگم پاسخ میدیم. میدونی گرامی ما همیش بالای مسئله تاکید داشتیم که چون خودمان بودیم دیدیم که دشمنای مردم افغانستان کسایی که طراحان بودن و ما به صفت ابزار بودیم در 42 سال پسین از طریقهای مختلف تلاش کردن که مردم ما را از همدیگر دور نگاه داشته باشن به نام قوم، قبیله، مذهب، زبان، این و آن. و این تلاش ها در ابتدای جهاد شروع شد از طریق بروز اختلافات مذهبی و شیعه و سنی و اسماعیلی و اینا بود که فضل خدا زیاد پیشرفت نتانستن و مردم متوجه این دسیسه شد و اختلافات او قدر خب وجود داره، میارم که باید وجود نداره، ولی به اون اندازه که دشمنان میخواستن عمیق شمه عمیق نشد. و راه دیگه برای خائن باقی ماند و اون راه دوم که نه تنها بر مردم و مشکل آفرین شد بلکه باعث بروز مصیبت و بدبختی و تمام جنجال ها شد، مسئله قومی بود و عنوان کردن برتری طلبی قومی و زبانی و اکثریت و اقلیت و اینا. عبدالله محب که نه از سواد کافی برخوردار است و نه با الفبای سیاست آنچنان که لازم باشد آشنا هست، در این مصاحبه خود با صدای امریکا پرده از نیات شوم خود برداشت. نیات شوم غیر انسانی و غیر ملی، و با صراحت میگوید که ما به خاطر جلوگیری، خوب دقت کنین، ما به خاطر جلوگیری از جنگ داخلی و تجزیه افغانستان چنین اقدام کردیم، یعنی دولت دو دسته تحویل تروریستا دادیم.
ای که در مصاحبه در ادامه مصاحبه خود چی گفت و چطور تلاش کرد که تا از رئیس خائنش و همکاران پلیدش دفاع کنه، مسئله بعدی است که شامل صحبت امروز من نمیشه. صحبت امروز من فقط بالای امید دو مسئله جنگ داخلی و تجزیه افغانستان میخوایم مختصر اشاره کنم و اگر دوستا باز میخواستن صحبت کنن ما در خدمت هستیم. محب باید وضاحت میداد که تعریفش از جنگ داخلی چیست و چه کسان تلاش برای تجزیه کشور داشتن که او مخالفت کرد. عویج است که با به نیت شما ای خواهید که به یقین فکر شیطانی یک تعداد معاملگران سیاسی است پی میبرین که اینا به خاطر بقای خود که از دید کسان بقای قبیله است حاضر نیستن که قدرت از دستشان بیرون شود. پس بهترین انتخاب را حملی میکنن و قدرت را از دید خودشان به وارثین اصلی خاک از دید خودشان عمان و تیم اقانی ها و یا غلزایی ها از تاویل میدن. حتی درانی ها را هم اینا کنار میزنن تا تجزیه طلبان که از دید محب و همفکران خائنشان اقوام دیگه افغانستان غیر قوم شریف پشتون است اینا قدرت را به دست نگیرن و عقه وارثین واقعی تلف نشن. تمام برداشت نتنمکه که امبتن آلما از صحبت های ایخواین اینه میست. از ترس به قدرت رسیدن دیگه اقوام کشور ای خائنین حاضر میشن که سرنوشت کشور و مردم دردمند ما را به دست ترستان وحشی بسپارن و اما اجازه ندهن که دیگر اقوام در کشور ما به جز همین قوم شریف پشتون ما به قدرت برسن. به می خاطر اینا این معامله بزرگ کردن تا دیگه اقوام پس دوباره سرکوب شن. مگر در زمان قدرت کرزی و شما خائنین یعنی غنی و شما در که در رهبری غنی شما یاد فراموش کردین یا یادتان رفت که تا تانستین شما سران دیگه اقوام یا عزف فیزیکی کردین و یا هم از قدرت خلی سلاح کردین و یا برش دوسیه ساختین و زندانی چی ساختینش خانگی ساختینش دیگه قدرت باقی نمونده بود که در برابر دستایس غیر ملی شما خائنین قرار بگیرن. و حتی همین که میگی که بسم الله محمدی گفته که قدرت مقاومت وجود نداره تا در پنچه شاید حرف برای گفتن داشته باشه و شاید هم منظور چی بوده باشه که شما خائنین نیروهای مسلح و نیروهای پلیس و امنیت ملی را از هم پاشیدین خلاص کردین تضعیف کردین امو نیرو انگیزی مقاومت و جنگ از اونها گرفتین کس دیگه نیست در برابر لشکر جهل ترستان مقاومت کنه. محب با دیده درایی که تو امروز صحبت میکنی تو حداقل امی شش ماه پیشتر یک مرتبه مرور که تو با سه سال نرو که سه سال چی تر شد خلیزات چی کرد چون تو خلیزات و غنی و کرزی و احدی و تو اینا امگی شما جیرخورای اونکال هستین و این که در ظاهر با کلمات بازی میکنین یکی یکی دیگه تانو محکوم میکنین مسئله دیگه حال کنه شده یک سالای زنگ زده شده امگیش شما خائنین و مزدورها را به دقت شناختن. شما در شش ماه اخیر ولسوالی ها قرارداد همه چیز را تسلیم کردین تحویل دادین و قمدان های امنیت را به امر خود تو خواهین تعیین کردی ولسوالی ها را فضلی خواهین تعیین کرد و غنی بهراده در بود که بهراده به خاطر میگم که چرا که تو میگی اما کار تو بودی دیگه پس غنی هم یک چیز سمبولیک بود. خب پس شما زمینه را برای سقوط آماده ساخته نگو که ما دفتن تصمیم گرفتیم. این که اینقدر خونهایی که از هموطنان ما از جوانان ما در ترکیب اردوی ملی و پلیس ریخته شد این ارزش نداشت که شما جلوگیری از جنگ داخلی کنید. کدام جنگ داخلی؟ با کی شما توان و نیرو باقی مانده بودین که بلند شوند جنگ صورت بگیره و بعد ما جنگ داخلی نداشتیم. در دهه 90 هم اگر شما تو هنوز گفتیم یک بی سواد نادان لودی احمق هستی که تو هنوز نمیفهمی که ما در دهه 90 که جنگ ها شروع شد جنگ داخلی نبود جنگ تعمیلی بود. این که هر کس جنگ داخلی میگه برداشت خودش است با جریانات کشور آشنا نیست و مسائل در زیر آب درست ندیدن که چی جریان داشته و کشور
ما جنگ داخلی نداشتیم. عنوان کردن جنگ داخلی به این معنی است که مردم ما همیشه در کنار هم دیگر قرار داشت و این یکی از اهداف شوم بیگانه ها و کسایی است که در کشور ما طرح میکنن. ما جنگ داخلی نداشتیم که تو جلوگیری از جنگ داخلی کردی. و مسئله تجزیه افغانستان، در مسئله تجزیه کی تجزیه طلب است؟ عنوان کردن حکومت پارلمانی تجزیه است یا ای که کسای دیگه میخواستن در برابر شما قدم کنن؟ وقتی که تو خودت اینقدر بی سواد نادانستی میگی که در 3 سال اخیر برای ما اجازه جنگ دادن است، پس چیکار میکردی در مقام شورای امنیت؟ این غنی چیکار میکرد در مقام سرقمندان اعلی و فردی و ایدومر اینا؟ یکی چقدر خود شما ثابت میسازین در گفتهایتان که یک گروه جاهل نادانی از همه جا بیخبر بودین که نصب شدین بر گرده ملت تا با سرنوشت ملت بازی کنین. و آله با عنوان کردن مسئله جنگ داخلی و تجزیه افغانستان شما بار دیگه مسائل قومی میسازین و بر دوستانتان، بر کسایتان به سلام میرسانین که ما بودیم که افغانستان نگاه کردیم، اقوام غیر پشتون میخواستن که افغانستان تجزیه کنن و اینا میخواستن که جنگ داخلی راندازی کنن، که به این شکل تو رهبر خائنت، تو تیم خائنت، پس دوباره تلاش میکنین در بیرون مرزی اینمی اختلافات عمیق‌تر بسازین. افغانستان که با خاک و خون یکسان ساختن مهم نیست، آن شما تلاش دارین که در بیرون از مرد بیرون مرزی ها را شما در برابر همدیگر هم وطنان ما را قرار بدین، به نام پشتون و به نام تاجک، که شما عنوان کردمی که ما پشتون ها عرف تو اینمی معنی داره که ما با صداقت نخواستیم جنگ افغانستان تجزیه شه، قدرت تسلیم کردیم به حقانی. پس به این معنی است که شما نمیذارین که غیر از قوم شهر پشتون دیگه که از در این کشور به قدرت برسه و یا در مقام تصمیم گیری قرار داشته باشه، که یک خیانت است به دیگه اقوام افغانستان و یک جفاست به دیگه اقوام افغانستان. و به همین خاطر بود که قدرت شما به طالبان تسلیم کردین تا بعد از این که شما کشتین و از بین بردین، بقیه اگر کسای باقی مانده از به اصطلاح فعالین حقوق بشر یا جامعه مدنی یا سربازان نازنین ما که انگیزه هنوزم انگیزه دفاع از وطن داشتن در ترکیب اردو و پلیس، اینا را ترستان وحشی طالب از بین ببره تا وطن دیگه به کلی فارغ از تمام افراد شود که دیگه صدای مقاومت نباشه، صدای اعتراض نباشه و هر کسی که چیز میخواه باشه. ما بهتر که سکوت اختیار کنی، برای از اینکه در دو مصاحبه ثابت ساختین که یک تیم خائن وطن فروش فرومایی بودین که نه صلاحیت داشتین، دزدی کردین، خیانت کردین، چپاول کردین، با سرنوشت مردم بازی کردین و اکنون هم میخواین که تفرقه اندازی کنین. امروز مردم ما هوشیار شده، امروز شما نمیتونین که مردمت به نام پشتون تاجک در برابر هم قرار بدین. دادین، خوب دادین و خوب سود بردین، اما آله دیگه بستتان است. ما با می بحث اکتفا میکنم. بیندگرامی میخوانیم از بخشای بعدی را که آقای ملک ستیز برجسته ساختن. مصاحبه حمدالله محب 5 نکته را برای تحلیل وضعیت واضح ساخت. نخست، قدرت تحلیل از وضعیت جهانی در ارگ در سطح بسیار پایین قرار داشته. دوم، دست اندرکاران شورای امنیت که بازیگران کلیدی استراتژی جنگ بودن، بی سوادان سیاست و استراتژی بودند. سوم، واکنش های ارگ پیرامون حاکمیت، قدرت و اقتدار بر فریب و تزویر بنا بوده است. چهارم، ارگ اراده هماهنگی سیاسی و اجتماعی نداشته و برنامه های آن بر پایه توطئه‌گری متکی بوده است. پنجم، مردم افغانستان قربانی سیاست های یکمشت انسان های ناآگاه از منابع و مدیریت آن شدند که در نتیجه آرزوی مردم به دولت معاصر و جان هزاران انسان بیگناه را قربانی کرده است. واقعیت این است که از دید حقوقی چنین مصاحبه ها می تواند پرونده جنایات و سوء استفاده از احساسات، ارزش ها و منافع مردم را بر این گروه تبهکار باز کند. زشترین است که آقایان هنوز در مورد آینده سیاسی افغانستان نظریه پردازی میکنند و وحشتناکتر از همه این است که عالی جنابان از ایالات متحده امریکا در کنار خانواده و باروان آسوده از پاکی رئیس جمهور سخن میگن که عنقریب دهن باز خواهد کرد و همین زباله ها را نشخار خواهد کرد. این در حالی است که مردم افغانستان از غلطکاری هایشان به فقر و مصیبت اجتماعی سیاسی و اقتصادی مواجه شدند. وزیر خارجه قبلی هندوستان در مورد غنی چی نشته کرده؟
اشرف غنی کشورش را به اندازه‌ای تباه کرده است که در 100 سال آینده هم نمیتواند به حالت پیش از حاکمیت غنی برگردد. در کتابی که وی در مورد شخصیت غنی نوشته چنین اضافه کرده است: غنی خود دوست، دروغگو و فریبکاری بود که به خاطر قدرت حتی ملتش را هم قربانی کرد. وزیر خارجه قبلی هندستان اشرف غنی را جاسوس شبکه استخباراتی موساد اسرائیل خوانده، گفته است که غنی از شبکه استخباراتی موساد اسرائیل ماهانه به خاطر تخریب فرهنگ و افتخارات کشورش پول دریافت میکرد. بطری نوشته است که محب خواست توجیه کند اما او اعتراف کرد به اینکه ارگ واقعا کودکستان سیاسی شده بود و دیگر نه ابهت داشت، نه توانمندی، نه جسارت، نه باور به مردم. او اعتراف کرد که قوی مسئله کشور غیرتمندانه از نظام دفاع کرد، ولی متصدیان حکومتی به بیغیرتی همه میدانها را رها کردند و دست بسته نظامیان کشور ما را تسلیم دشمن نمودند. او اعتراف کرد که سرقومندان اعلی از امهی شهر هم خبر نداشت، حتی از سرعت سقوط مناطق متعدد خبر نداشت و هیچ برنامه از قبل برای استراتژی نداشت. محب اعتراف کرد که همه تیمشان مطلق بیریشه بودند و در هیچ گوشه افغانستان برای خود جایگاه مردمی پیدا نکرده بودند، بلکه چند تن مسافر در این وطن بودند. او اعتراف کرد که غنی واقعا پیش مردم افغانستان خجل است و دیگر توان گپ زدن و چشم به چشم شدن با مردم را ندارد. حالا دیده شد که هزاران تن توجیهگران در مورد گفته های محب چی می نویسند و فرارشان را چگونه توجیه می نمایند. وقتی ما در مورد صحبت امروز در فیسبوک نوشتم، هموطنان زیاد کامنت گذاشتن که با اجازه تمام هموطنان ما اشاره به کامنت دوست دیرینم آقای نعمت حسینی، ژورنالیست سابق دار وطن میکنم. نو نوشتن که اینها چقدر پست و دروغگو هستن. اشرف غنی دزد فراری، خائن ملی، در اولین اظهارات خود پس از فرارش مدعی شد که آلت امنیتی ناگهانی چنان وخیم شد که فرصت به پوشیدن بوتهای خود را نیافتم و با چپلی فرار کردم. حالا این خائن ملی دیگر یعنی محب میگوید که وقت چنان کم بود که اشرف را مجال نیافت که کتابهای خود را از کتابخانه بردارد. خب این کامد کرزایی چی گفته؟ در بحث بعدی میتونیم در او رابطه صحبت کنیم. و با تشهیر از محترم عبدالغفار مجید که از استانبول به تلویزیون امید 24 ایمیل کردن، این بخش پایان میدیم و میریم به سراغ صحبت هایی که میداشته باشیم با استاد شاکر حیات و استاد احمد رشاد خطیبی. شیر چنین میگه: خائن فراری، صبحدم ناگاه بساط خیش را برچید و رفت، هستی و دارایی این ملک را دزدید و رفت، سالها دام برای فتنه افگند و ماند، سالها تخم نفاق هر طرف پاشید و رفت، چیغ زد دستان خود لرزاند، عرف یاوه گفت، عاقبت با عرف های یاوه اش کوچید و رفت، گرچه می زد لاف میهن دوستی اما شهرها را پشت هم به قاتلین بخشید و رفت، همچو پنهان از بر مادر وطن تخم ننگ در کنار خود پاشید و رفت، خانه را آهسته خالی بهر دشمن کرد، خود ز خشم و قهر مردم ترسید و رفت، گفت هرگز مثل آن شاه فراری نیستم، خود فراری شد و بر ملتش خندید و رفت. همین مختصر کافیست که تیم خائن غنی دیگه سکوت کنن، چون در دو مصیبت تمام نیات شوم از این خائنین برملا شد.